افغانی ما، آریایی ما الان به دو دسته تقسیم شدن. نه اصلا موقعی که حتی غنی قدرت رسید به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته اونهایی هستند که خب همین طالب و القاعده و مذهب سفت و سخت. یک عده دیگه وسط اینا بین این و اون، مسعود را میذارن پشت سرشون، نماز شبشون هم میخوان میگن ما خراسانی ما آریایی هستیم. یه مسئله دیگه هستن، یه تیپ دیگه هستن که اصلا ایورین، اوستایی 100%، آریایی 100%، زرتشتی آیین دین 100%. اونا اونجا اینها هم که باید تقویتشون بکنی، این طیف سوم رو، اینایی که هنوز هم باز میان همون جمعیت اسلامی و فلان، حتی آقای ربانی که کشته شد و حتی مسعود. موقع من به شما بگم اگه نمیدونید، مسعود مثل خیلی دیگه مجبور بود به دین بچسبه، چون همه اطرافیانش بی سواد و اصله به دست، اگه یک بار نمازش دیر میخوند همونه میکشتنش. شرایط مسعود، احمد شاه مسعود، با شرایط تو که الان اومدی تو خارج پرانده شدی، با شرایط تو که شبا میان تو همون افغانستان سر همتبار تو رو میبرنه فرق کرده. شما دیگه احتیاج ندارین با مصلحت با دین باشین، با مصلحت با مذهب باشین، با مصلحت سلام و صلوات بفرستین دین تازیانی که 1400 سال کشته شما دل میکشه. اگر از این مصلحت بازی نیان بیرون، یعنی معلوم میشه که شما هم به گونه سرنختون به تازیان بنده، همونطور که وقتی احمد شاه مسعود رو کشتن چند میلیون دلار به اطرافیانش دادن، همه دهناشون رو بستن، هیچ کس رفت دنبال پرونده قتل احمد شاه مسعود رو بگیره، هیچ کس. به همین خاطر شما الان بایستی مثل امام علی رحمان تاجیکستان لایک باید باشید، تکیه به مذهب نباید بکنید. جایگاه هم اگه نمیتونید بیرون اروپا، میرین توی اونجا. به بچه ها هم تمام رزم‌آوران میگه ما از خاک دفاع میکنیم، از دین دفاع، همه دین ما رو دشار ده قرار داریم کشه. اگه تا یه حد نتونید روشنگری بکنید بچه ها، کارتون خرابه، همه تون کشته میشید. نه تاجیک میمونه، نه ازبک میمونه، نه هزاره میمونه. هزاره اصلا میدین چی؟ الان داره شما هزاره، حجت هزاره ای، هزاره که آن خودشون نمیدن، یه نفر از شمایی رو نمیدونه. هزاره ها یعنی کسانی که معتقدن که هر هزار سال زرتشت دوباره میاد و حجت نجات و همون مهدی که اینا میگن، فلسفی داره نمیخوام میگم. ازبک و تاجیک اینها سپاهیان، مثل کردها، اینها مثل حتی پشتون، اینها سربازان و جنرال های ارتش های بزرگ ایران، مادها، اشکانیان، اخامنشیان بودن. اسلام رو به زور به شما زور چوپان کردن. حالا میگه اون مالکی، ما هم بیلیه همین، هم ایرانی بودن، چارتشون اومدن این رسا. یک کنفرانسی دارن بچه ها در فرانکفورت، من از همه میخوام که در اونجا شرکت کنن. همینجا از بچه های که این کنفرانس گذاشتن میخوام کاری کنن، ازشون میخوام که کاری کنن که با زوم مردم بتونن در سر تا سر جان مشارکت داشته باشن. کنفرانس 8 جون 2022 نظام های مقتدر سیاسی، از شاهی تا امارت، از شاهی مطلقه تا مشروطیت، از جمهوریت دیکتاتوری تا جمهوریت های ایدئولوژیک، از دولت اسلامی، نظام های پارلمانی و فدرالیسم مورد بحث قرار می گیرد. زمان 8 جون 2022، ساعت 9 الی 4 بعد از ظهر، دانشگاه گویتا، خیابان مرتون، نمبر 26-28، فرانکفورت ام مین. یعنی مرد بزرگی که هنرمندی به پای و سم نخواهد رسید، سیاسی نیست ولی سیاسی نیست گرفا، ولی 100% سیاسیه. برو ترانهاشون بدبخت ببین، گوش کن، از 70 سال پیش جوانی